درود به همه شما هنرمندان عزیز، خیلی خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو از این نوار ابزار بالا قسمت تیبل رو میخوام کامل بهتون توضیح بدم. تا هر جایی که شو توضیح میدم توی این ویدیو، ادامهش رو اگر ویدیو خیلی طولانی شد برای اینکه خسته کننده نباشه توی ویدیوی بعدی ادامهش رو بهتون میگم. اولین کاری که میکنم یه دونه A4 باز میکنم، حالا هر سایزی که شما برای جدول بخواین انجام بدیم. تیبل به معنی جدول هست. گزینه اول نمیشه create table، کلید میام روش کنترل شیفت و آلت و تی هست. روش که کلیک میکنم یه سری گزینه ها میده و یه سری تنظیمات داره. قسمت تیبل دایمنشن دوتا گزینه داره، رو و کالام، یعنی سطور و سطر رو شما میتونید اینجا عدد بدین. و دوتا گزینه بعدی هم هدر و فوتر هست. دو تا گزینه بالا قسمت سطر و ستونش به صورت پیش‌فرض خودش روی 4 گذاشته. شما میتونید سطر رو مثلا بیشترش کنید یا 3 یا کمتر بیشترش بکنید، روی همون 4 قرارش میدم. و ستون هم خودش روی 4 هست. من اگر این دوتا رو صفر بزنم، یعنی هدر و فوتر رو با هم صفر بزنم و یه دونه اوکی بزنم، اینه یک حالت ستون و سطر که هم 4 ستون و هم 4 سطر هست رو اینجا میده. اگر من کلیک و درگ بکنم 4 تا ستون و 4 تا سطر میده. خب یه کنترل زد میزنم، دوباره میام این قسمت همین رو دوباره اوکی میکنم. اما کلیک درگ نکنم و یه کلیک خالی بکنم، میفته داخل این سندی که ما ایجاد کرده. ببینید کامل همه رو گرفته. یا یه کنترل زد میزنم، اگر شما یک سایز خاص داشته باشین میتونید قسمت ابزارهای تایپ 2 رو انتخاب کنین. مثلا شما این قسمت رو فقط میخواین تایپ جدول داشته باشین، یا حالت عمودی افقی میخواین داشته باشین، اینطوری باشه. اول تکستتون رو بکشین، اگر حالا یک سایز خاص دارین یا مثلا میخواین عمودی افقی باشه، اول بکشیدش و بعد برین تو قسمت تیبل گزینه رو فعال بکنین. اگر من اوکی رو که بزنم، ببینید 4 تا بالا 4 تا ستون و سطر رو اینجا من میده. دوباره من یک کنترل زد میزنم، میام تو قسمت تیبل. اینجا ببینید قبل از اینکه من این کادر رو بکشم، اگر من اینجا رو حذف بکنم، اینجا بیام به حالت کرییت به من داد، اسمش تغییر کرد. و اگر یه دونه تی بکشم، اسم تغییر میکنه. ببینید من انتخابش کنم با تی، اینجا یه دونه بکشم بیام اینجا، میبینی اینسرت تیبل میده، یعنی یه سری تغییرات رو میتونه انجام بده که حالا من داخل این انجام میدم. دو تا گزینه اول ستون و سطر، هدر رولز. اگر شما بخواید بالای هدر، یعنی این بالای صفحه، اگر بخواید بالای صفحتون جدولتون هدر داشته باشین، اینجا بهش عدد میدین. حالا یه دونه خط اضافه یعنی بهمون میده، یه دونه یا دو تا یا هر چقدر که بخواید داشته باشین. فوتر هم پایین، فوتر همون توی ویدیو قبلی در موردش توضیح دادم، فوتیج که پاورقی میشه، اینجا فوتر این قسمت پایین عدد میده. مثلا من اگر هدر رو بیام رو عدد 1 بذارم و رول و کالام رو روی 4 بذارم، اگر یه اوکی بزنم زومش بکنم، قسمت بالا ببینید یه دونه اضافه میده. 1 2 3 4 5 تا الان ما سطر داریم، یه دونه اضافه داد. یه کنترل زد بزنم، دوباره میام اینجا، مثلا فوتر هم بهش یه دونه میدم، یا مثلا دو تا بهش میدم، البته معمولا یه دونه است، و هدر هم یه دونه. اوکی رو که بزنم بالا یه دونه به من داده، این الان هدر میشه و اینجا هم فوتر هست، یه دونه پایین داده. دوباره میام تو قسمت تیبل و کرییت رو میزنم، اینجا هر دو تا رو میام روی صفر قرار میدم. گزینه بعدی تیبل دایرکشن یا تیبل دایرکشن است. اینکه از چپ به راست میخواین حالا نوشته ای که داشته باشین، یا جدولی که دارین، یا راست به چپ باشه. حالا چون من معمولا انگلیسی استفاده میکنم، از left to right میذارم. و اینجا هم تیبل استایل، اگر یه استایل خاص توی پاراگراف یا کاراکترتون انجام داده باشه، اینجا میتونین اون رو انتخاب بکنین که کاری با این موضوع فعلا نداریم. من اوکی رو که بزنم، البته این رو من میتونم حذفش کنم و دوباره یه تی میتونم اینجا داشته باشم، بیام دوباره تو این قسمت. 4 و 4 خوبه، دو تا حالا 4 تا ستون و سطح باشه خوبه. میریم برای گزینه بعدی. گزینه بعدی نمیشه convert text to table. اینجا باید یه سری نوشته ها داشته باشیم که این گزینه فعال بشه. میام این قسمت پایین تی رو انتخاب میکنم، یه دونه کلیک درگ میکنم. گزینه اول مثلا مینیمسم ساره، یه دونه کاما میذارم مینیمسم اسکیل، یه دونه کاما میذارم مینیمسم یوتیوب. خب انتخابش میکنم و سایزش رو اینجا بزرگ میکنم، سایزش روی مثلا روی سی میذارم. خب خوبه. ببینید من اومدم کاما بین هر کدوم گذاشتم، حالا در ادامه میگم چرا. آخر یوتیوب رو میام یه دونه اینتر میزنم، میام پایین، مثلا مینیمسم گرافیک، یه دونه اینتر دیگه مثلا مینیمسم این دیزاین، و یه دونه دیگه مثلا مینیمسم فتوشاپ. خب
خب بریم، من اینتر استفاده کردم و کاما استفاده کردم، همه رو با هم انتخاب میکنم، کنترل ای رو میزنم که همه رو انتخاب بکنه. میام تو قسمت تیبل، حالا فعال شد. Convert text to table رو روش کلیک بکنیم، اینجا گزینه هایی رو داده که مثلا شما میخواین بر حسب کاما سطر و ستون بندی بشه یا بر حسب پاراگراف باشه روی هر کدوم بزنم یا بر حسب تب باشه، که من از تب استفاده نکردم چون معمولا تب رو وقتی استفاده کنیم خیلی سایزش بزرگ میشه و حالا گم میشه و باید بگردیم پیداشون. من از تب استفاده نمی کنم. اینجا برعکس بالا عمل میکنه. یک کنسل رو من بزنم، ببینید قسمت بالا ما اومدیم اول جدول داد و بعد نوشته داخلش میاریم، مثلا اینجا کلیک میکنیم، مثلا اینجا بنویسم ساره و بعد نوشته داخلش میاریم. اما قسمت پایین برعکس عمل میکنه، شما مثلا نوشته دارین و بخواید به نوشتهتون جدول اضافه کنین، از این گزینه استفاده میکنید. دوباره انتخابش میکنم، حتما انتخاب شده باشه، اینجا رو کلیک میکنم. گزینه اول نوشته کالم سپریتر، سپریتر تو رو میخواییم روی تب بذاریم، کاما یا پاراگراف. من سه تا کاما گذاشتم، روی کاما کلیک میکنم. گزینه بعدی نوشته رو سپریتر، رو سپریتر تو رو میخواییم بر حسب کاما، تب یا پاراگراف، مثلا روی پاراگراف میذارم. یعنی الان کالم که میشه ستون، یعنی این نوشته هایی که من کامنت بهش دادم ستون بندیش میکنه و قسمت سطریش رو هم پاراگراف ها رو سطری میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان باید این کامایی ساره اسکی و یوتیوب حالت سطر ستون مانند بشه و پاراگراف ها که گرافیک این دیزاین و فتوشاپ میشن، یعنی هر اینتری من میزنم پاراگراف میشه. یعنی ساره اسکی یوتیوب یه دونه پاراگرافه، گرافیک یه دونه پاراگراف، این دیزاین یه دونه و فتوشاپ هم یه دونه پاراگراف. الان من بر حسب ستون رو کاما گذاشتم، سطر رو پاراگراف گذاشتم. الان اوکی رو که بزنم ببینید ساره اسکی یوتیوب رو ستون کرد، ببینید سه تا ستون و بقیه رو حالت پاراگراف داد. یه کنترل زد که بزنم همه رو دوباره انتخاب شده است. میام دوباره برعکسش انجام میدم، اولی رو روی پاراگراف میذارم و دومی رو روی کاما میذارم، برعکسش میکنم. ببینید سه تا کاما رو اومد سطریش کرد و بقیه رو ستون بندیش کرد. این قرمزی اینجا رو که داریم میبینید یعنی هنوز شما نوشته دارید، مثل همون توی تکسی که ما انجام میدیم و یه مثبت زرد میده، یعنی ادامه داره تکستون. این قرمزی هم یعنی تکستون ادامه داره و ما میتونیم مثلا بیاریمش به سمت پایین پیداش کنیم. خب الان پیدا نمیشه، میبرمش، آره کنترل زد میزنم، پس باید بیام به سمت راست، بیام به این سمت. میبینی الان فتوشاپ اینجا پیدا شد، فتوشاپ رفته بود داخل. یه راهی هم که شما میتونید این قرمزی رو پیدا کنید، مثلا شما نمیدونید اینجا چی نوشتین و چه چیزی حذف شده و نیست توی کادرمون، خب حذف نشده، یعنی حالا یا سایزه بزرگ بوده یا هر چیزی رفته بیرون. برای اینکه پیداش بکنیم، من الان ببینید اول اومدم آوردمش پایین، دیدم پیدا نمیشه و بعد آوردمش این سمت. برای اینکه سریعتر این کار رو انجام بدیم، میتونیم بیان تو قسمت ادیت و این گزینه نوشته ادیت این استری ادیتر اینجا. خب اینجا به شما نشون میده که فتوشاپ نیست. ببینید کادر قرمز رنگ اینجا داده، یعنی فتوشاپ اینجا نیست، شما بعد این دیزاین فتوشاپ داشتین. اینجا بهتون نشون میده، این راحت ترین راه هست. من میتونم شما اینا رو مثلا اینجوری بکشین و فتوشاپ رو پیدا بکنین. گزینه بعدی نمیشه convert table to text، یعنی برعکس این هم انجام میده، مثل همون بالایی که بهتون گفتم. گزینه اول یعنی اگر شما تکست داشته باشین جدول رو بهش اضافه میکنه و گزینه دوم اگه جدول داشته باشین تکست رو بهش اضافه میکنه. بعد مثل این بالایی هست، مثلا من این رو انتخاب بکنم و بعد بیام تو این قسمت، البته بعد خب انتخاب شده باشه، مثلا من میام کل این رو اینجوری بگیرم. ولی وقتی میخواین جدول رو بگیرید، اگر روی نوشته قرار گرفته باشین روش دابل کلیک کنین نوشته رو میگیره، اما خود جدول رو باید کلیک و درگ بکنیم. مثلا شما ستون اول رو میخواییم بگیرید یا همه رو میخواییم بگیرید، یعنی کلیک درگ میکنم. مثلا من از اینجا میخوام همه رو انتخاب کنم، میام تو این قسمت convert table to text رو میزنم. اینم مثل همونه ولی با این تفاوت که برعکسه. پس کاما رو مثلا جفتش رو کاما انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. یعنی ساره رو اومد بین این کامنت ها قرار داد، این برعکس اون عمل میکنه. خب گزینه بعدی نمیشه table option که آپشنای یعنی تنظیمات این جدول هست
و گزینه اولش توی یه سری زیر مجموعه داره که زیر مجموعهش اولین گزینش تیبل ستاپ هست، روش که کلیک بکنیم این صفحه باز میشه. البته بقیه این ستونهایی که داریم میبینید نوشته شده همونایی که اونجا زیر مجموعه شده بود، مثلا رو استروک داره، کالم استروک داره و هد داره. الان من میام تو قسمت تیبل و اولی میبینید تمام اونا رو اینجا نوشته، alternating column stroke, alternating fill و header رو روش کلیک بکنم ببینید اینجا قرار داره. قبل از اینکه بخوام آپشن های تیبل رو بگم، نوشته های دیگه میارم، مثلا سار اسکیل رو اینجا میام میذارم توی ستون بعدی، مثلا می‌نویسم گرافیک این قسمت پایین، اینجا مثلا می‌نویسم این دیزاین. یه بار دیگه انتخابش کنم، بعد نوشتم اینجا مثلا می‌نویسم این دیزاین، توی این یکی هم مثلا می‌نویسم فتوشاپ. خب به عنوان مثال اگر ما بخوایم همه فونت ها رو سایزش رو بزرگ کنیم، مثلا من اگه بیام سار اسکیل رو بگیرم و سایزش رو از این بالا تغییر بدم، شما هر کدوم از اینا رو تو جدول میتونید جدا جدا تغییرش بدید. مثلا سار اسکیل رو انتخاب کنم بیام تو این جدول سایزش رو بزرگ کنم، خود جدول بالا اولین سطرش داره بزرگتر میشه، یعنی داره میاد پایین تر. هرچند این ساره اینجا و گرافیک اینجا تغییری نمیکنه، میتونیم اونا رو هم طبق همین سایزی که اینجا داریم انجام بدیم. اگر من بیام همه نوشته ها رو با هم انتخاب بکنم و بیام سایزش رو اصلا اینجا روی 48 بذارم، البته خب 48 خیلی زیاد شد، اصلا روی 24، همش با هم بزرگ میشه. ببینید تمام نوشته ها همش با هم بزرگ شد و این سطر پایین همون سایزی که قبلا گذاشته بودیم باقی موند. حالا میذارم همینطوری بمونه. حالا میام تمام این جدول رو با هم انتخاب میکنم، یعنی کلیک و درگ میکنم که مشکی بشه، تو این قسمت تیبل تیبل آپشن و ستاپ رو روش کلیک میکنم، همه این گزینه ها رو یک جا بهمون میده. گزینه اول نوشته تیبل دیمنشن، یعنی اون اندازه و بعد اون جدول رو بهمون میده. مثلا من اینو بیام اینجا قرار بدم، بادی رول داره و هدر رول داره. اگر من میام قسمت رول رو روی 4 از قبل که ما گذاشته بودیم بود، مثلا یه دونه اضافه کنم بشه 5 6 7، همون سایزی که از قبل اینجا گذاشته بود بهمون میده، یعنی خودش پیش‌فرض همین سایز رو داره و همونجور جدول رو میتونیم اضافه کم بکنیم. از اینجا میتونیم جدولمون رو کم و زیاد بکنیم توی آپشن. قسمت هدر رول، مثلا من یه دونه هدر این بالا میخوام داشته باشم، مثلا اینو اینجا قرار بدم بهتره، مثلا اینجا بذارمش خوبه. مثلا این قسمت بالا، بالای سار اسکیل سار گرافی میخوام یه دونه هدر بهش بدم، یه دونه کلیک بکنم اون هدر این بالا قرار میگیره و شما میتونید این هدر رو به عنوان حالا یک عنوان یا هر چیزی بالا داشته باشین. خب مثلا گرافیک دیزاین میتونید بالا بذارید. قسمت کالم، قسمت ستون هست. الان ما 4 تا داریم. دوباره اگه بخوام به اندازه رول باشه، مثلا 4 یه دونه بزنم، یه دونه اینجا جلوتر اضافه میشه و یه دونه دیگه همجوری داره اضافهش میکنه. من روی همون 4 میذارم که دیگه از سندمون بیرون نزنه. قسمت فوتر هم الان من یه دونه بزنم، یه دونه فوتر این پایین بهمون میده. دیدین؟ پس هدر بالا قرار میگیره و فوتر پایین قرار میگیره. گزینه بعدی نوشته تیبل بوردر. بوردر رو توی ویدئوهای قبلی گفتم که اون حالتی که بخواین یک حالت استروک بخواین بهش بدیم، مثلا الان اینجا عدد 2 رو که بزنم و 3 رو بزنم 4 رو بزنم، ببینید داره میاد داخلی، اون حالت استروک مانند خط داره میاد به داخل. میبینین از اینجا هم شما میتونید بهش عدد بدین. و قسمت بعدی این حالا دو تا خطی که به داخل جدول بهمون داده رنگ مشی، میتونین رنگ رو تغییر بدیم، مثلا رنگ قرمز باشه، رنگی مثلا من روی آبی قرارش میدم. گزینه بعدی حالت اون استایل اون خط هست، مثلا ویوش میخوایم بکنیم یا هر حالتی میتونیم، دات میخوایم بزنیم، این حالت رو میتونیم بهش بدیم که حالا اینا رو قبلا خوندیم و اینجا حالا یک مرور بشه خوبه. قسمت تینت رو هم شما میتونین، حالا رنگ این آبی رو میتونین کم رنگ و پر رنگ بکنین که مثلا من روی 20 بخوام قرارش بدم، یک کلیک بکنم این رنگ این دایره ماننده اینجا کم رنگ شد، روی همون صد قرارش میدم و این رو هم روی همون سالید خودش میذارم باشه. خب این رو هم بزن یه رنگ دیگه بهش بدم، مثلا رنگ قرمز بدم خوبه. گزینه بعدی نشو تیبل اسپیسینگ، فاصله بین هر کدوم از این جدولا هست. اگر من روش کلیک بکنم و این جدولا رو خواهم تغییر بدم یا این یکی رو تغییر بدم، فاصله بین هر کدوم از اینا
تغییر میکنه. گزینه بعدی استراکچرینگ اوردر، باز اینجا یه سری حالا اون استایلای خاص خودش رو داره، کاری ما این قسمت نداریم و این قسمت هم میتونی میخواین رایت تو لفت باشه یا لفت تو رایت باشه، از سمت چپ به راست باشه یا راست به چپ، که اگر فارسی باشه روی راست تو لفت میذاریم، من روی لفت میذارم. خب این از این قسمت تیبل ستاپ. گزینه بعدی نمیشه رو استروک. رو استروک باز مربوط به استروکش هست. این گزینه روی نان قرار گرفته، وقتی روی نان باشه همه گزینه ها خاموشه و من از اینکه من روی یکی از اینا کلیک بکنم گزینه های اینجا فعال میشه و رنگ اینا تغییر میکنه و اینجا میتونین حالا خط ها رو میتونین اینجا انتخاب بکنین که کدوم خط میخواد تغییر بکنه و این قسمت ها هم میتونین شما استروک اون خط ها رو زیاد و کم بکنین، اینجا میتونین حالت ویوش بکنین یا هر حالت اینجا استایل اون خط اینجا رو بهمون میده. و گزینه‌های بعدی هم باز رنگ رو میتونی انتخاب کنی، رنگ صورتی داده. حالا من چون اومدم انتخاب کردم این ستون رو، الان رنگش اینجا سبزه، به من از اینکه من اوکی بزنم و یک کلیک اینجا بزنم این رنگ صورتی میشه. دوباره من بیام تو این قسمت آپشن انتخاب کنم خاموشه، پس مجبورم دوباره همه رو اینجوری انتخاب کنم. بذاریم من اینجا انتخاب کنم، دوباره بیام تو این قسمت و روی دومی بودیم دیگه، روی این بودیم، میتونیم کلیک بکنیم. و این قسمت هم نیکست هست، یعنی شما میخواین اولین خط اون حالت سطره، آره رول سطر میشه، اولین خط سطرتون آره عدد رو میتونی بهش بدیم. بریم الان دارم کمش میکنم، ببینید داره تغییر میکنه، همینجور داره کم و زیاد میشه، مثلا کمش کنم میاد اینجا قرار میگیره، میبینید. و قسمت نیکس و بعدی رو ما میتونیم تغییر بدیم که کدوم خط از سطر رو میخوایم بهش رنگ بدیم. خب یا مثلا یه سری تغییرات رو میخوایم اینجا انجام بدیم، یا اینجا مثلا روی دو قرار بدیم، ببینید اینجا داره تغییر میکنه هر کدوم از این. و میتونید اینجا هم باز استایلش رو تغییر بدیم و رنگ اینجا رو هم مثلا میتونید روی قرمز بزنیم و تغییرش بدیم، که اینا رو حتما تست بکنین، تمرین بکنین که خودتون متوجه بشین. خب قسمت اسکیپ فرست الان روی صفر قرار گرفته، من هر چقدر عدد رو ببرم بالاتر این خطا داره میاد پایین قرار میگیره، رنگ خطا هم میتونه تغییر بکنه و این قسمت هم برعکس اون انجام میده. برای من اینا رو کمترش میکنم، مثلا اوکی رو که بزنم اینجا خارج از این کلیک کنم، ببینید یه سری از خط ها رو که اینجا میتونی انتخاب کنی، الان خط زیر این دیزاین و فتوشاپ میخواین رنگی باشه و خط بالا نمیخواین رنگی باشه، اینا دیگه بستگی به خودتون داره که میخواین از جدول چه استفاده ای بکنید. میرم تو دوباره تو قسمت بعدی روی سومین گزینه کلیک میکنم. اینجا باز اگر روی قبلی روی every other بودیم یا every third بخوایم بریم یا بعدی رو بخوایم بدیم، هر کدوم مدلش فرق میکنه. گزینه بعدی روی دوباره اولی که من کلیک بکنم ستون رو میاد رنگ بندی میکنه. قسمت اول رول بود، استروک سطر رو رنگی رنگی کرد سبزی که داریم میبینیم و قسمت بعدی ستون ها رو تغییر میده و اینجا دوباره شما میتونید باز مثلا حالتش رو تغییر بدیم. بذاریم من رنگ رو تغییر بدم، مثلا رنگ زرد رو اینجا میتونی و استروکش رو اینجا میتونی بیشتر بکنی، این بالا میبینید مشخص رنگ زرد، یا این قسمت رو هم باز میتونید تغییر رنگ بدین، مثلا روی سبز قرارش میدم و اینجا میتونید فاصلهش رو بیشتر بکنید و رنگ رو از اینجا میتونید انتخابش بکنید. باز گزینه های بعدی هم مثل همون عمل میکنه. تو قسمت فیل اگر برم من دوباره روی اولی کلیک بکنم، فیل میاد چیکار میکنه؟ یه اوکی که بزنم فیل میاد داخل اینو رنگ میکنه. خب اونا خط های ستون و سطر رو رنگ میکرد، اینجا فیل میاد داخل هر کدوم از جدول ها رو رنگ میکنه. من دوباره روی تیبل که برم، روی سوم گزینه، روی چهارم گزینه، روی فیل که باشم، اینجا میاد خود اون کادرا رو رنگ میکنه. باز اینجا شما میخواین قسمت حالا حالت رولش اولی باشه یا میخواین سومی باشه، هر کدوم از اینا رو میتونین انتخاب کنین. روی اولی قرارش میدم، رنگ رو مثلا میام رنگ زرد میدم. الان من اینجا یک دو که بزنم این خودتون متوجه میشین که رنگا داره تغییر میکنه. قسمت نیکس میره بعدی، هر کدوم از اینا رو میتونین تغییر بدیم. اینا رنگ داخل کادر رو رنگ میده. هدر و فوتر، هدر و فوتر، ما الان رنگ بالا رنگ هدر و فوتر رنگ پایین رو نداریم، اینجا میتونه هدر و فوتر رو رنگ تغییر بده. مثلا شما میخواین یه سری از کادرا همجوری که دارین الان میبینید، یه سری از کادرا، این دوتا کادر میخواین زرد باشه، فتوشاپ این دیزاین سفید باشه و بقیه زرد باشه، اما هدر و فوتیج رو میخواین رنگ دیگه بدین. انتخابش که بکنیم، بیایم تو این قسمت و آخری هدر رو انتخاب کنیم، اینجا باز میتونیم عدد بدیم برای هدر و فوتر که میخواین هدر چند تا دیگه، یعنی
بیشتر از یه دونه بالا داشته باشین یا فوتر میخواین بیشتر از دوتا داشته باشین، من همون یه دونه میذارم. قسمت بعدی هدر و فوتر هست. هدر هر کاری که تنظیماتی که ما اینجا انجام میدیم روی اولین جدول یعنی این هدر بالا انجام میشه. اگر اسکیپ فرست رو بزنم هدرش رو از بین میبره، یا مثلا بیام تو قسمت فوتر اسکیپ لست رو بزنم این قسمت پایین هدر رو از فوتر رو از بین میبره. مثلا شما بعضی جا نمیخواین داشته باشینش و بعضی جا میخواین داشته باشین، تیک اینجا رو بزنی از بین میبره. من اوکی رو بزنم یعنی فوتر این پایین رو از بین برد. دوباره من میام همه جدول رو انتخاب میکنم، تو قسمت تیپل آپشن رو که کامل بهتون گفتم، قسمت سل آپشن. سل آپشن اگر من روی تکس کلیک بکنم اینجا بر حسب تکس ها عمل میکنه. خب یعنی شما اینجا تکس رو میتونید تغییر بدیم. مثلا من یه کنسل رو بزنم، بیام کلا این ساره رو انتخاب کنم، بیام تو قسمت تیپل و تکس رو انتخاب بکنم، دقیقا همون زیر مجموعه ای که اونجا نوشته بود اینجا هم هست. گرافیک استروک فیل، ببینید اینجا، ببینید زیر مجموعهاش اینجاست و من اینجا کلیک کنم بقیه زیر مجموعه رو اینجا میتونم انجام بدم. این قسمت سل اینسرت تاپ باتم لفت رایت میخواین از سمت چپ و راست و بالا پایین این ساره تغییر بکنه. من پریویو رو اینجا رو فعال میکنم که پریویو اگه فعال نشه متوجه نمیشیم. الان این لینکی که اینجا هست، زنجیره اینجا روش کلیک خورده، پس هر چقدر من روش کلیک بکنم از چهار طرف داره کادرمون بزرگ کوچیک میشه، میبینید، و تکستمون داره وسط قرار میگیره. اگر شما مثلا بخواید همه اینا روی صفر من میذارم دوباره. خب اگر شما بخواید از سمت فقط تاپ حرکت بکنه این جدول، زنجیر اینجا رو روش کلیک میکنم و فقط تاپ رو تغییر میدم، میبینید از سمت بالا داره حرکت میکنه. یا مثلا فقط از سمت چپ رو میخواید تغییر بدید، همینجور من میدمش جلو، هر چقدر بیا جلوتر و به ستون بعدی بخوره، میبینید قرمز اینجا نمایان شد، یعنی شما یه چی اینجا داریم. و هر چقدر من لفت رو کمتر کنم اینجا پیدا میشه. میبینید اینجا میتونید تعیین کنید که از بالا یا پایین چپ و راست میخواین تکستتون تغییر بکنه. خب گزینه بعدی نمیشه ورتیکال جاستیفیکیشن. اینجا باز الاین ها رو توضیح دادم، الاین بر حسب تاپ سنتر میخواین باشه نوشتتون، سنتر بذاریم نوشته روی سنتر قرار میده، باتم رو روی پایین قرار میده و جاستیفایم که نوشته رو جاستیفای میکنه. این مال زمانی که شما یک نوشته داشته باشین نه یک کلمه. این قسمت هم باز کپیتال های و لیدینگ یو ایکس های اینا رو هم قبلا توضیح دادم. کپ اگر شما یک نوشته داشته باشین که تمام حروف کپیتال باشه و بزرگ باشه، روی این قسمت کلیک کنین بر حسب اون انجام میشه، یا روی لیدینگ روی ایکس حروف های کوچیک رو انجام میده. اینا باز چون در موردش میدونین اینجا دیگه زیاد وقتی روش نمیذارم. اینجا میلیمتر جابجا میشه. من اگر روی یک کلیک کنم رو دو، این خیلی کوچولو کوچولو داره اون ساره رو میاره پایین قرارش میده. این قسمت کلیپینگ من حالت چپ و راستش رو اینجا انجام میده. اینجا تیکش رو برمیدارم. قسمت روتیشن میخواین 90 درجه ساره بچرخه روتیشنش، یا 180 درجه، یا 270 مثلا درجه. من الان روی 180 این ساره 180 اینجا تغییر کرد. اگر روی 90 بذارم دوباره یه حالت قرمز میشه. اوکی رو که بزنم یا اینجا رو درستش میکنم، یا از این حالت ببینید اینجا قرار میگیره و 90 درجه چرخید. دوباره من بیام تو این قسمت و اینجا مثلا روی 0 بذارم، دوباره 0 اینجا قرار میگیره. خب کنسل رو میزنم. برای قسمت های سل آپشن و قسمت های بعدی رو توی ویدیوی بعدی بهتون میگم، چون این ویدیو میخوام خیلی طولانی نشه و اینایی که تا اینجا بهتون گفتم و حتما تمرین بکنید که گزینه های بعد رو میخوایم بهتون بگم قبلی ها رو بلد باشین.